عواست آذر ماه سال 1397 پرونده عجیب و مرموزی در اداره پلیس آگاهی شهر تهران وارد فاز رسیدگی میشه. قضیه از این قرار بوده که گویا دختری به دنبال اینکه از پسری خوشش میاد و باهاش فرار میکنه به صورت قیابی در حالی که پدر و مادرهاشون وجود نداشتن با هم ازدواج میکنن و به یک باره معلوم میشه که هیچ خبری از این دختر نیست و پسری هم که این دختر رو فراری داده اونطور که مشخصه به خارج از کشور رفته. موضوع اما از این حرفا بوده و اتفاقاتی افتاده که باعث شده تا پای پدر و مادر این دختر جوان و بیگنا به اداره پلیس باز بشه و از مأمورا درخواست کمک داشته باشن شروع ماجرا مربوط میشه به اردی بهشت ماه سال 1396 دختری به اسم فاطمه که در یکی از محله های شرق تهران زندگی میکرده به دنبال اینکه براش خواستگار میاد کمی نگران موضوع میشه طبق گفته هایی که وجود داره گویا این دختر از پسری توی محلشون به اسم برزو خوشش میاد و همین موضوع هم باعث شده تا کمی گیج و گنگ بشه فاطمه به هیچ عنوان حاضر نبوده تا جواب خواستگار خودش رو بده برای همین هم این موضوع رو با برزو در میون میذاره و اونها تصمیم خطرناکی میگیرن طبق برنامه ریزی هایی که این دختر انجام میده اون موفق میشه دقیقا شب قبل خاستگاری به همراه برزو از محلشون فرار بکنه و حدودا تا دو هفته از این دو نفر هیچ خبری نبوده پدر و مادر فاطمه بعد از اینکه متوجه میشن دخترشون چنین کاری انجام داده شدیدا از دست اون عصبانی بودن و فقط به دنبالش بودن تا یه جورایی هرسشون رو خالی بکنه. طبق گفته های خواهر برزو گویا فاطمه و این پسر خیلی وقت بوده که توی محل همدیگر رو میشناختند و به هم هم علاقه مند بودن همین عشق دو طرفه هم باعث شده بوده تا اونها دست به چنین کاری بزنن اما دریغ از این که گویا برزو از لحاظ روانی و روحی دچار مشکلات عدیده بوده و هیچ کدوم از این موضوعات رو به فاطمه نگفته بوده همین قضیه هم باعث میشه تا با گذشت زمان فاطمه از کاری که پارسال انجام داده شدیدن پشیمون بشه پدر و مادر این دختر در طول این دو هفته در به در دنبال دخترشون میگردن اما تازه متوجه میشن که گویا فاطمه به صورت قیابی بدون اینکه پدر و مادرش حضور داشته باشن با برزو عقد کرده و با همدیگه زندگی مشترکی رو شروع کردن به دنبال همین قضیه درگیری خیلی بدی بین خانواده برزو و خانواده فاطمه رخ میده و پدر و مادر این دختر از اونها شدیدن عصبانی بودن متاسفانه فاطمه با آبروی پدرش بازی کرده برای همین هم پدرش طی اقدامی باور نکردنی اسم دخترش رو از توی شناسنامش در میاره و به اون میگه که تو دیگه دختر من نیستی حدودا سه ماهی از این قضیه میگذره تا اینکه کمی تب و به این ماجراها میخوابه فاطمه طی این سه ماهی که با برزو زندگی کرده متوجه موضوعات عجیبی میشه و بارها و بارها به خونه ی پدر و مادرش رجوع میکنه تا از اونها کمک بخواد اما هیچ فایده ای نداشته مادر فاطمه دلش به رحم میاد و پیگیر کارهای این دختر بوده اما پدرش اصلا اون رو محل نمیذاشته حالا بعد از گذشت یک سال پدر و مادر این دختر به اداره پلیس مراجعه کردن و در حالی که دخترشون گم شده حرفهای عجیبی به مامورا میزنن پدر فاطمه میگه کاش همون موقع پشت دخترم در میومدم و اجازه نمیدادم که اون دست برزو بیفته اون به خونه من رجوع کرده بود ازم کمک خواسته بود اما کاری که کرده بود باعث شده بود تا من حسابی از دستش عصبانی بشم و نتونم بپذیرمش حالا میبینم که اشتباه کردم و باید به حرفاش گوش میدادم پدر این دختر میگه حدودا چهار ماهی میشه که ما از دخترمون خبر نداشتیم اون قبل از این ماجراها به خونه ی ما چند باری اومده بود و بهمون گفته بود که گویا برزو از لحاظ روانی دچار مشکله و اون رو اذیت میکنه از ما میخواست تا کنارش باشیم که بتونه از برزو جدا بشه اما من نمیخواستم رو به این دختر بدم چرا که یک بار با آبروی من بازی کرده بود و اسمش رو هم دیگه از شناسنامم در ورده بودم این مرد میگه من از هیچ چی اطلاعی نداشتم همسرم متوجه ماجرا شد همسرم با وجود اینکه من اش کرده بودم اما با دخترم رفت و آمد میکرد و اون حرفهای عجیبی به زنم زده بود فاطمه همون موقعی که ما باهاش در ارتباط بودیم به همسرم گفته بود که شوهرش برزو موقع روابط زن و اون رو خیلی اذیت میکنه و مدام ازش خواهش هایی داره که قابل قبول و پذیرشن بعد از اون مدت نمیدونم چطور شد که فاطمه دیگه با ما رفت آمدی نداره و هیچ حرفی هم به همسرم نزده حدود سه روز پیش بود که زنم خیلی بیقراری کرد و با وجود فشارهایی که من بهش میآوردم بلند شد و رفت جلو در خونه ی دخترم پیگیر فاطمه شده بود و فهمید که گویا اونها خونه نیستن و از همسایه ها که ماجرا رو پرسید متوجه شد که مثل اینکه حدودا بالای دو هفته ای میشه که هیچ خبری از اونها نیست زنم بعد از پیگیری هایی که از پدر و مادر برزو هم داشت متوجه شده که گویا برزو به خارج از کشور رفته اما هیچ خبری از دخترم نیست باور کنید اگه اشکای زنم رو نمیدیدم به هیچ عنوان به اینجا نمی اومدم. از هم خواهش کرد که به دنبال دخترم بیفتیم و بهم به گفت که اون شرایط سختی رو داره تجربه میکنه من هم دیدم چاره ای نیست و برای همین هم قبول کردم قبل از اینکه به اینجا بیایم هر جایی که فکرش رو بکنید رو گشتیم اما هیچ نشونه ای از دخترم پیدا نکردیم همسایه هاشون که به ما گفتن توی این مدت اخیر به هیچ عنوان فاطمه رو ندیدن و آخرین باری که برز رو دیدن اون چمدون دستش بوده و بعد از اون هم دیگه به خونه برنگشته مادر فاطمه اما در اظهارات خودش به مامورا میگه که من این اخیرا دورا دور با دوستای فاطمه در ارتباط بودم اونها حرفای خوبی به هم نمی زدن. من ازشون مدام حال فاطمه رو پیگیر می شدم نمی تونستم خودم برم و بهش سر بزنم اما به هم می گفتن که فاطمه خیلی گوشگیر شده و اصلا از خونه بیرون نمیاد. باورم نمی شد که دخترم به این حال و روز افتاده باشه فاطمه خیلی شلوغ و سرزنده بود و قبل از اینکه با برزو فرار بکنه توی محله همه رو اذیت میکرد این زن میزنه زیر گریه و میگه من مطمئنم که یه اتفاقی برای دخترم افتاده و برزو یه بلایی سرش آورده وگرنه دلیلی نداشته که اون بخواد به خارج از کشور بره این زن میگه من بعد از کلی پیگیری که از خانواده گه برزو داشتم اونها به من گفتن که گویا برزو به کانادا پیش خالاش رفته مامورا اظهارات این زن رو هم یادداشت میکنن و با توجه به شخصاتی از فاطمه که از پدر و مادر اون دریافت میکنن تحقیقات و بررسی های خودشون رو در رابطه با این قضیه آغاز میکنن هنوز به طور قطع مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده و پلیس در وهله اول احتمال میده تا شاید خود فاطمه هم به همراه برزو به خارج رفته باشه برای همین هم تحقیقات در این زمینه آغاز میشه طی بررسی های فراوانی که صورت میگیره معلوم میشه که برزو حدودا دو هفته قبل از این شکایت در حالی که تنها بوده راهی کانادا شده و هیچ بلیتی به اسم فاطمه برای کانادا ثبت نشده بوده همین موضوع باعث میشه تا کمی شک مامورا نسبت به ماجرا رو بیشتر بکنه فرضیه دومی که این وسط مطرح میشه این بوده که به احتمال زیاد برزو و فاطمه با همدیگه به مشکل خوردن و شاید هم از هم طلاق گرفتن و فاطمه در حال حاضر تنها زندگی میکنه و مکانش مشخص نیست برای همین هم بررسی ها در این زمینه انجام میشه اما متاسفانه هیچ اطلاعاتی به دست نمیاد مامورات یه تحقیقاتی که از مشاور منطقه های حساس داشتن متوجه میشن که هیچ خونه ای به اسم فاطمه اجاره نشده پلیس اما توی این بازه به دنبال این بوده تا به حکم قضایی بتونه تا وارد خونه ای بشه که برزو و فاطمه اونجا زندگی میکردن مامورا از طریق بازپرس پرونده موفق میشن تا این حکم رو دریافت کنن و با حضور خانواده خود برزو و همچنین خانواده فاطمه وارد این خونه میشن داخل خونه چیز مشکوکی وجود نداشته اما اونطور که مشخص 这。 شواهد و مدارک نشون میده که به احتمال زیاد این زن و شوهر از خونه خارج شده باشن چرا که حال و هوای داخل خونه نشون میده که مدت زمان زیادی بوده که اونجا کسی زندگی نمی کرده پلیس به هر طریقی بوده مشاور املاکی که این خونه رو به برزو و فاطمه اجاره داده رو پیدا میکنه و از خود اون هم پیگیر ماجرا میشه از طرفی گفتگوها با اهالی محل هم آغاز میشه این مشاور املاک میگه اونطور که من میدونم هنوز به وقت تخلیه خونه بهروز و فاطمه مونده من نمیدونم که بهروز و فاطمه به کجا رفتن اما کرایه یه هر ماه رو به صورت منظم برای من پرداخت کردن حتی این ماه هم کرایش پرداخت شده و من از اینکه چه اتفاقی برای اونها افتاده هیچ خبری ندارم این حرفا برای مامورا فایده چندانی نداشته ولی حرفایی که همسایه ها میزنن تا حدودی مفید بودن اهالی محل میگن حدودا سه ماهی بود که فاطمه به هیچ عنوان از خونه خارج نمیشد اوایل که به اینجا اومد بود هر روز جلوی در خونه بود و خیلی هم دختر مهربون و با کلاسی بود ما خیلی دوستش داشتیم اما شوهرش برخلاف اون تا جایی که احساس کرده بودیم انگار که خیلی شکاک به نظر می اومد رفته رفته با این دختر کاری کرد که اون تراوت و شادبیشو از دست داد و دیگه حتی به جلوی در هم نمی اومد هر بار که به جلوی در خونش می رفتیم و زنگ در رو می زدیم تا باهاش حرف بزنیم دلایل مختلفی می آورد و از حرف زدن با ما امتناع می کرد تا جایی که میدونیم فقط یکی از دوستای صمیمیش به خونه اون رفت آمد میکرد و احتمال میدیم که شاید اون از قضیه اطلاع داشته باشه همین سر نخ باعث میشه تا پرونده تا حد زیادی پیش رفت بکنه مامورا بعد از تحقیقات مفصلی که داشتن موفق میشن تا الناز دوست صمیمی فاطمه که به خونه اون در رفت آمد بوده رو پیدا بکنن الناز از همون اول که مامورا رو میبینه متوجه میشه که موضوع چیه و میزنه زیر گریه و شروع میکنه به حرف زدن این دختر خطاب به پدر و مادر فاطمه و مامورا میگه خیلی دیر وارد عمل شدی بعید میدونم که فاطمه الان زنده باشه شوهر نامردشون رو خیلی اذیت میکرد من هر چقدر بهش گفتم که بیا ماجرا رو گزارش بدیم و به اداره پلیس بریم اما قبول نمیکرد میگفت تهدید به مرگم کرده تهدیدم کرده که خانوادم رو زنده نمیذاره و نوه های پدرم رو نابود میکنه برای همین هم حاضر نبود تا از خونه خارج بشه و هر چیزی که این نامرد میگفت رو قبول میکرد واقعیتش من فقط تا همین حد در جریانم که شوهر فاطمه اون رو اذیت میکرد اما نمیدونم باهاش چی کار میکرد فاطمه چیز زیادی به من نمیگفت میترسید فقط به هم میگفت که امروز و فرداست که دیگه من اون رو نبینم خیلی نگران حالش بودم با این وجود قسمم داده بود و به هم گفته بود که ماجرا رو به کسی نگم منم کاری به کارش نداشتم حدودا یک ماهی میشه که شوهرش رفت آمد من رو هم به اونجا من کرده و من دیگه ازش هیچ اطلاعی ندارم ولی احتمال میدم که توی خونه یه اتفاقاتی براش مامورا اما همزمان با اینکه با این دختر حرف میزنن از طریق افراد مطلع افرادی که با خود برزو در ارتباط بودند، متوجه موضوعات عجیبی میشن اطلاعاتی که دوستای برزو در اختیار پلیس قرار میدن نشون میده که برزو گراگش های عجیب و غریب جنسی داشته و این موضوع میتونه تا که از دلایل مهم اختلاف بین فاطمه و اون باشه مامورا با خانواده برزو راجع به این قضیه حرف میزنن پدر و مادر اون منکر این می شن و میگن که پسر ما به هیچ عنوان هیچ مشکلی نداشته اما خواهر اون ماجرا رو فاش میکنه خواهر برزو میگه برادر من علاقه زیادی داشت که بشینه یه گوشه و رابطه و نزدیکی دو نفر رو به صورت زنده تماشا بکنه من از این قضیه اطلاع داشتم بارها و بارها ازش خواسته بودم تا اون رو پیش مشاور ببرم میدونستم که این موضوع رفته رفته باعث یه اختلال بزرگ در اون خواهد شد اما برزو به هیچ عنوان قبول نمیکرد بعد از اینم که با فاطمه فرار کرد و با همدیگه ازدواج کردن احتمال میدادم که توی زندگیشون دچار مشکل بشن برزو علاقه ای به اینکه با فاطمه رابطه برقرار بکنه نداشت و بیشتر دلش میخواست دیگران با اون رابطه برقرار بکنن و فاطمه رو به عنوان همسر خودش نمیدونست همین موضوع هم باعث شده بود تا فاطمه حسابی اذیت بشه یکی دو بار ماجرا رو به خودم گفته بود من هم موضوع رو بهش گفتم و قرارمون بر این بود که برزو رو به مشاور ببریم اما فایده ای نداشت و فاطمه هم تصمیم گرفته بود تا ازش طلاق بگیره منتهای مراتب این وسط کارهایی که برزو انجام داده بود باعث شد تا این اتفاق نیفته در حال حاضر من نمیدونم که چی بینشون گذشت و چه اتفاقاتی افتاده و از خود فاطمه هم هیچ خبری ندارم اما میدونم برادرم موقعی که داشت به خارج میرفت اصلا حال و روز چندان مناسبی نداشت و ازم خواسته بود تا از خالم بخوام که توی کانادا یه دکتر خوب روانشناس پیدا بکنه و برزو رو با خودش پیش اون ببره برادرم راجع به اینکه فاطمه و چی کار میکنه با ما هیچ حرفی نزد فقط بهمون به گفت که به کانادا میره و بعد از اینکه دوره درمانش رو طی بکنه برمیگرده ایران توی این بازه من خودم حتی بارها و بارها پیگیر فاطمه شدم ولی نتونستم هیچ نشونه ای ازش پیدا بکنم آخرین حرفی که برزو راجب فاطمه به من زده این بوده که فاطمه جاش امن و هیچ مشکلی براش به وجود نیومده و من از ترس اینکه نکنه اون بخواد فرار بکنه اون رو پیش یه نفر سپردم و موقعی که میاد پیش خودم گفته های این دختر و شواهد و مداری که توی این مدت به دست میاد باعث میشه تا پلیس نسبت به موضوع حساس تر بشه فرضیه یه قتل پررنگتر تر از قبل بوده و نیروهای آگاهی حالا بیشتر به دنبال جسد فاطمه بودن تا خودش نیروهای آگاهی در راستای گفته های خواهر برزو افرادی رو پیدا میکنن که مشخص بوده که بارها و بارها به خونه برزو و فاطمه رفت آمد کردند دو نفر از این مردها همسایه های خود برزو اینا بودند و پلیس توی تحقیقاتی که از محل داشته متوجه میشه که همزمان با گم شدن فاطمه و رفتن برزو به خارج اینها هم از اون محل نقل مکان کردند بازجویی ها از این دو نفر پرونده رو وارد فاز جدیدی میکنه و اونها حرف های خیلی وحشتناکی به پلیس میزنن این دو نفر توی اداره پلیس در ابتدا سعی میکنن تا چیزی رو به مأمورا نگن اما فشارهای اطلاعاتی باعث میشه تا بالاخره به حرف بیان یکی از این دو نفر میگه که باور کنید من اصلا در جریان این قضیه نبودم که فاطمه همسر برزوه اون به من گفته بود که این دختر رو توی خونه نگه میداره و از طریق فروش اون امرار معاش میکنه حتی موقعی که برای برقراری رابطه با اون به خونشون رفتم نه خود فاطمه نه برزو چیزی به من نگفتن از وقتی که برزو به این محل ما با همدیگه رفیق شده بودیم و هر از گاهی با هم شوخیای مثبت 18 میکردیم بهش گفته بودم که مجردم و در کنار این قضیه هم دنبال اینم که بتونم با زنی رابطه داشته باشم اونم به من این ماجرا رو تعریف کرد بهم هم گفت که میتونه برام نفر جور بکنه من نمیدونستم که اون کی اما وقتی که فاطمه رو به من پیشنهاد داد شوکه شدم واقعیتش توی محل شنیده بودم که فاطمه همسر برزو اما اون به من گفتش که به دروغ این حرف رو زده تا اهالی محل اذیتش نکنن حتی راجع به این قضیه برای من قسم هم خورد من هم که دم داره راست میگه برای همین هم قبول کردم و در ازای پرداخت یه مبلغی به خونه اون رفتم از قبل فاطمه رو توی اتاق آماده کرده بود و من وارد اتاق شدم و بعد از اینکه باش رابطه برقرار کردم از اونجا خارج شدم اما این وسط موضوعی که رخ داد برام عجیب بود برزو تنها شرطی که برام گذاشته بود این بود که حین اینکه من توی خونه دارم با فاطمه نزدیکی میکنم اون میخواست که اون همونجا باشه و از نزدیک رابطه ما رو ببینه واقعیتش من کمی خجالت میکشیدم اما با این وجود وسوسه شده بودم و برای همین هم خواستش رو قبول کردم توی اتاق توی تمام مدتی که من داشتم با فاطمه میخوابیدم اون اونجا بود و داشت این صحنه رو تماشا میکرد موضوع عجیب دیگه, دیگه هم که من متوجه نشدم علتش چی بود این بود که فاطمه به هیچ عنوان از اول تا آخر کار من حتی یک کلمه هم حرف نزد انگار که کسی تهدیدش کرده باشه یا بهش چیزی خورونده باشن که باعث بشه اون نتونه حرف بزنه من بعد از این کارم کمی به موضوع مشکوک شده بودم برای همین هم راجع به این قضیه تحقیق کردم بعد هم متوجه شدم که این نامرد به دروغ به من همچین حرفی زده بوده با خودش درگیر شدم یه جورایی هم میترسیدم که پام گیر باشه برای همین از اون محل نقل مکان کردم و دیگه هم نمیدونم که اونجا چه اتفاقی افتاده مامورا اظهارات این فرد یادداشت میکنن و به سراغ نفر دوم میرن نفر دوم اما بعد از فشارهای اطلاعاتی زیادی که روش بوده میگه که با وجود اینکه میدونسته فاطمه همسر برزوه دست به این کار زده این مرد میگه من خودم هم همچین تمایلاتی داشتم برزو به هم گفته بود که فاطمه زنش نیست اما من در جریان این قضیه بود و بعد از اینکه اون رو به فشار گذاشتم بهم هم گفتش که چنین تمایلاتی داره منم از اونجایی که مثل خودش بودم قبول کردم به خونهش رفتم و با زنش رابطه برقرار کردم فاطمه هیچ حرفی نمیزد و فقط احساس شرم می کرد مشخص بود که ناراحته اما برای من هیچ فرقی نمیکرد و بعد از اینکه کارم رو انجام دادم از اونجا خارج شدم جا به جایی خونه من هم هیچ ربطی به این قضیه نداره موعد خونه ما تموم شده بود برای همین هم نقل مکان کردم مامورا اظهارات این فار... رو هم یادداشت میکنن با توجه به این حرفها مشخص میشه که گویا برزو زن خودش رو به مردهای مختلف میفروخته و از این طریق یه جورایی سعی داشته تا نیاز خودش رو ارضا بکنه مامورا اما توی این مدت به دنبال این بودن تا به هر طریقی که میتونن برزو رو به ایران برگردونن ولی راههای مختلفی رو انتخاب میکنن و نمیتونن که چنین کاری رو انجام بدن حدودا دو سال از این قضیه میگذره تا اینکه اواخر سال 99 تو شرایطی که پرونده هم چنان در جریان بوده برزو به طور اتفاقی به ایران میاد اون فکر میکرده که پرونده مختومه شده ولی اصلا اینطور نبوده در طول این دو سال هم متاسفانه هیچ نشونه ای از فاطمه به دست نمیاد پدر و مادر فاطمه دیگه مطمئن شده بودن که دخترشون فوت شده مامورا که همچنان رصدهای خودشون رو انجام میدادن بالاخره موفق میشن برزو رو در حالی که توی فرودگاه میخواسته سوار ماشین بشه بازداشت میکنن و اون رو به اداره پلیس منتقل میکنن پدر و مادر برزو از این قضیه میشن و اونجا حاضر بودن بازجوها از این نامرد آغاز میشه و اون از اونجایی که میبینه همه چیز لو رفته مجبور به اعتراف میشه این پسر میگه دست خودم نبود الان هم دست خودم نیست و همچنان هم مریضم با وجود اینکه توی کانادا خیلی دکتر رفتم اما فایده ای نداشت من درگیر یه مدل اختلال هستم و هیچ جوره هم نمیشه حلش کرد شدتش موقعی که با فاطمه وارد زندگی مشترک شدم کم بود اما به مرور زمان بیشتر و بیشتر شد مخصوصا وقتی که فاطمه سعی تا این حس و نیاز من رو سرکوب بکنه من باهاش راجع به این قضیه حرف زده بودم اما اون به هیچ عنوان نمیتونست این موضوع رو قبول بکنه با خواهرم سعی کرده بودن تا یه جورایی من رو بیمار نشون بدن همش میخواستن من رو پیش دکتر ببرن اما من به هیچ عنوان نمیتونستم قبول بکنم تا اینکه دست پیش رو گرفتم که پس نیفتم آزار اذیت هام توی خونه شروع شدن مدام توی نزدیکی هایی که با فاطمه داشتم اون رو یه جوری اذیت می و سعی بر این داشتم تا به خواسته های من تن بده اول با استفاده از وسایل جنسی کاری کردم تا قبه قضیه بریزه بعد هم یکی از دوستای صمیمی خودم رو به خونه آوردم و به اجبار کاری کردم که با فاطمه رابطه برقرار بکنه فاطمه حاضر به انجام این کار نبود با هر وسیله‌ای که دستم میومد تهدیدش میکردم و هر کاری میکردم تا چیزی که میخوام رو انجام بده نهایتا همین اتفاق افتاد توی بازی که اون با من ازدواج کرده بود من بالای ده تا مرد به خونه آوردم و هر کدوم از اونها جلوی چشم من با زنم میخوابیدن و من با دیدن این صحنه ها لذت می بردم برزو میگه برای اینکه رامش بکنم بهش مواد تزریق می کردم همین هم باعث شده بود تا به من وابسته بشه تهدیدها هم کاری کرده بودن که دیگه حتی جرئت نمی کرد که نبیاره آخرین باری که به خونه مرد آورده بودم اما اون به هیچ عنوان حاضر نشد که باهاش بخوابه من اون مرد رو از خونه بیرون کردم و شروع کردم به زدن این زن با کمربندم به جونش افتادم و با قسمت سگکش تا می خورد زدمش کنترل خودم رو از دست داده بودم یک آن متوجه شد که اون درگیر خونریزی شدید شده اصلا حال نداشت و برخوردهای سگک به سرش باعث شده بود که از حال بره نبزش رو که گرفتم دیدم متاسفانه نبزش نمیزنه مونده بودم نمیدونستم که باید چی کار بکنم نهایتا هم جنازش رو به هر طریقی که بود از خونه خارج کردم و توی یکی از روستاهای اطراف ورامین توی قبرستونشون اونجا دفن کردم در حال حاضر هم جنازه اونجاست و توی این مدت هم به کانادا رفتم تا به جنایتی که انجام دادم فکر بکنم عذاب وجدانی که گرفتم بودم هیچ جوره رهام نمیکرد برای همین مجددا به ایران برگشتم هدفم معرفی کردن خودم بود میخواستم بعد از اینکه خانوادهام رو ببینم به اداره پلیس بیام و همه چیز رو به شما بگم اما خودتون زودتر عمل کردید مامورا اظهارات این فرد یادداشت میکنن و بعد از اینکه جنازه فاطمی که بیگناه رو توی منطقه مورد نظر پیدا میکنن به پزشکی قانونی منتقل میکنن آزمایش های متعدد روی جنازه انجام میشه و تایید میشه که متاسفانه جنازه متعلق به فاطمه است پرونده به دادگاه فرستاده میشه جلسه یه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه خانواده فاطمه بعد از دو سال مدام تو سر خودشون میزدن و ابراز پشیمونی و ناراحتی داشتن از طرفی هم حاضر به گذشت نبودن برزو اما توی دادگاه سرش پایین بود و در نهایت هم قاضی پرونده این فرد رو به اتهام قتل عمد سوء استفاده از این زن و ترویج فحشا محکوم به اعدام میکنه عزیزای دلم رسیدیم به انتهای پرونده ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجای پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای سوء استفاده جنسی چند پسر از یه دختره که برادر این دختر دست به کارهای وحشتناکی میزنه رو تماشا بفرمایید